رزا طالبی نگار از برلین همراه ما هستند هفته پیش بود فکر می‌کنم آقای طالبی که روسیه اعلام کرد به دلیل شرایط موجود در ایران تعلیق کرده توافق با جمهوری اسلامی رو اونچه که پیشتر به نتیجه رسیده بودن الان از یک توافق جدید صحبت میشه سلام ورزادم خدمت شما بینندگان محترم خب این سخنان ضد و نقیز رو همونطور که شما اشاره کردید از سوی دستگاه دیپلماسی و ما داشتیم آقای لاوروف و کابلوف از توقف صحبت کردن آقای پسکوف از ادامه و امروز هم ما شاید این هستیم که مجددا از ادامه همکاری ها در زمینه این سند صحبت کرده ببینید خب شرایط در ایران و شرایط در جهان طوری است که روس ها تلاش رو بر این دارن که به نوعی تاثیرگذاری خودشون رو بر سیاست خارجی ایران نشان بدهند و جمهوری اسلام ایران در یک مزیقه گیر کرده علی اینکه ما میدونیم که دیپلماسی و سیاست خارجی معطوف به علی خامنه ای است و حتی در مورد چین هم ما شاهد بودیم که محمد رضا حریری گفته بود که چینیا میدونند که دولت کاری و فکوس اونها بر روی علی خامنه ای ها تلاش رو بر این دارن که یک پالس مثبت و یا منفی یعنی در شرایط داخلی ایران و انتخابات به جمهوری اسلامی ایران بدن که اگر شرایط گونه ای بشه که در این انتخابات که به نوعی هم انتصاب هست و از روی علی خامنه و روند برگشت علی خامنه به مسائل گفتگوها با ایالات متحده به نوعی که در عمان هم ما شاهد اون بودیم که یکی از مسائل عدم ارسال بالستیک به روسیه بود روس ها در این زمینه تجدید نظر خواهند کرد خب این توافق از سال 80 تصویب شد ده ساله هم بود سه بار هم تمدید شد به عنوان سند همکاری و لزوم اینکه این توافق تبدیل به یک سند جامع بشه علی اینکه در آذر ماه گذشته لایحه موافق نامه در حوزه امنیت اطلاعات این هم که بسیار خطرناک به توسط مجلس تصویب شد ما شاهد این هستیم که روس ها علارغم همه اینها علارغم اینکه باید امتیازاتی به ایران میدادن و امتیازاتی میگرفت از جمله مسئله اف 35 و همچنین تکنولوژی ای در این زمینه ترددهای هم دارن و ترددها معطوف به این هست که ایران در یک سیاست یواش و یک سیاست آرام تلاش رو بر این داره که بنوی نوعی مثبت رو به ایالات متحده بده و این هم برای روسا خوشایند نیست در شرایطی که در جنگ اوکراین حضور دارن و نفوذ اونها هم در خاورمیانه کمتر شد آقای طالبی همون زمان هم که این توافق مطرح شده و توافق با روسیه اینکه که جزیاتی از اون به طور کامل منتشر نشده خب خیلی مورد واکنش عمومی قرار گرفت آیا میتونیم بگیم که جنس این توافقی که الان صحبت میشه هم مجددا شبیه همانه یا شبیه آنچه که در واقع جمهوری اسلامی با چین به توافق رسیده و محرمانه و بدون اعلام جزیاته ببینید خب این توافق ها داره انجام میشه ولی در حوزه اقتصادی و استراتژیکی ما میبینیم که تمایل های هم از سوی طرف من جمله چین و روسیه هم وجود نداره یعنی شرایط در ایران به نوعی است که اونها هم نمیتوانن با قاطعیت بگن که ما میتوانیم این توافق ها رو اعمال بکنیم از سوی دیگر هم جمهوری اسلامی ایران به نوعی کشور رو به دو قسمت تقسیم کرده یعنی قسمت شمالی مجددا با تکرر تاریخی به روسا و جنوبی هم به چینی ها واگذار شده همونطور که شما اشاره کردید در توافق چین هم مشخص نبود که این مفاد چی است که بعدا بخشی از اونها توسط خود مقامات ایران به صورت تلویحی و همچنین بخشی از اونها توسط رسانه ها منتشر شد که از یک قرارداد 280 میلیاردی تا 400 میلیاردی سخن میگفت که اون هم استیلای چین بر تمام امور اقتصادی در جنوب, خل... جنوب, و خلیج فارس بهره برداری از منابع گازی و همچنین تاراج منابع نفتی ایران با سی درصد تخفیف و بازپرداخت دو ساله توسط کالا و حتی به صورت یوان بوده من فکر می‌کنم که علاوه بر این مفادی که برای توافق چین شده در توافق روسیه مسئله حول هوش مسائل نظامی و تکنولوژی هستی و هواپیما و بالگرد هاست و نفوذ روسیه در شمال کشور همانطور که قبلا هم در پایگاه شاهروخی دیدیم که نفوذ هواپیماها و نیروهای نظامی روسیه در اینجا هم تثبیت شد به نوعی شاید شامل این باشه ولی کاملا مشخص نیست که مفاد این توافق نامه و یا این سند همکاری در چه زمینه هاییست و علی خامنی و دستگاه دیپلماسی و داخلی او در تلاش هستند که اینها رو مخفی نگه دارد خیلی متشکرم از شما رضا طالبی روزنامه نگار که از برلین همراه ما بودید